ضرورت تصمیم گیری الگوی واقعی تصمیم گیری با الگوی ضرورت های عرفی که رویاهای آدمی را محدود می سازد و هم با الگوی دستورهای سازمانی که دغدغه محدود کردن رفتار کارکنان است تفاوت می کند ما فقط قادر به رفع مسائل از پیش شناخته شده این. در پیشامدهای فلبداه و ناگهانی فقط آنچه از قبل آموخته ایم را آن هم با به خرج دادن ابتکار در تطبیق تصمیم های پیشین با وضعیت حاضر می دوباره انجام دهیم. رویاهای ما درباره جهان بهتر همواره در جملاتی با افعال مستقبل صرف می شوند و خواسته های ما حتی اگر در زمان حاضر بیان شوند با افعال امری بیان می شوند. تکیه رویاها بر آینده به این علت است که ما بهترین ها را برای آینده خواست داریم. اما از سوی دیگر توانایی های بلفل موجود که مبتنی بر آگاهی های درونی شده ما هستند اغلب بر گذشته دور و نزدیک ما تکه دارند. زیرا همواره به برایند دانش ذاتی زیست شناختی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، هرفعی، فنی و غیره وابسته اند و در پی تکرار دائم ناخداگاه وارد عمل می شوند. هیچ یک از این شقهای مطرح شده در زمان واقعی یا زمان تجربه شده حضور ندارند. الگوی اول از آینده ای سخن میگوید که هنوز رخ نداده و الگوی دوم مبتنی بر گذشته است که به سادگی قابل دسترسی نیست زیرا تأثیر آن بر ما به اندازه دوام حضور گذشته در ماست حضوری که دیگر وجود ندارد الگوی واقعی هر نوع تصمیم گیری بی تردید بر زمان حال و حضور مسئله برانگیز اشیا و موجودات استوار است که میان رویاها و واقعیت های ما قرار می گیرند. داوری میان این دو وضعیت زمانی است که ما را به حرکت در می آورد و تصمیم را رقم می زند. این حالت داوری نظری نیست بلکه عملی است و در هر لحظه از زندگی روزمره متناسب با آنچه بر زمان حال تحمیل می شود و وقوع حالتی را بر دیگر حالتهای ممکن برتری می دهد، حضور دارد. نکته اصلی بحث من این است. توضیح این حالت با توجه به مقوله اخلاقیات. آنچه ما در هر لحظه در سطح شرکت یا سازمان یا در سطح فردی انجام می دهیم، این است که تا اندازه ممکن چه آگاهانه و چه گاهی ناخداگاه حتی اگر چندان مایل به آن نباشیم میان آنچه می خواهیم و آنچه میدانیم و می انجام دهیم به داوری می البته آنچه می توانیم انجام دهیم همواره محدود و مشروط به شرایطی خاص است و از لحاظ ساختاری فقط برای حوزه مشخص صدق می کند زیرا برخواست از توانایی و ظرفیت محدود پیکره فردی زنده یا پیکره اجتماعی یک گروه است. از این رو علاوه بر حضورش در محدوده ی حافظه ی هر فرد در کارگاه ها، کارخانه ها و غیره هم حضور دارد. برای مثال معرفی یک ارتباط، کار در یک کارگاه، راهندازی یک مرکز هستی، هدایت یک هواپیما و غیره از آنجا که توانایی‌های ویژه به خودی خود عملیاتی و همواره محدود به وضعیتی خاصند، پیامد پیوندهای اجتماعی فنی مرتبط با آنها به شمار میروند. اما خواسته ما همواره فراتر از وضعیت موجود است و در رویایی با ساب پیدا می کند که از آن در بالا سخن گفتیم. زمان عمل در هر لحظه به معنای داوری میان آن چیزی است که به طور مؤثر از پیش حضور دارد و آنچه می خواهیم واقعا انجام دهیم. از این رو انتظارات را در قالب رویا مطرح می کنیم. اکنون به موضوع تنریف باز می گردم. خلبان کیل چه کاری انجام می دهد؟ او کار خود را به درستی و از روی فهرست بازبینی کارها به انجام میرساند. این حالت برای پرسنل برج مراقبت و خلبان هواپیمای پنم هم صدق می کند. به عبارتی همگان وظیفه خود را انجام داده اند. فهرست بازبینی کارهایی که باید انجام داد نماد چه چیزی است این فهرست نماد نظارت کامل بر آینده عمل است یعنی انجام صحیح مجموعه از عملیات و از این رو الگوی متعارف به شمار می آید نظارت متعارف همان مقررات شفاف آگاهانه و معقولانه است که ما قادر به انجامش هستیم و می توانیم در خصوص آن صحبت کنیم در عمل و در واقعیت فهرست بازبینی کارها به سرعت میان خلبان و کمک خلبان بازبینی می شود. شروع صفحه 92 جدول در جدول بالا ستون سمت چپ آن چیزی را نشان می دهد که می خواهیم انجام دهیم و قادر به بیانش هستیم و به نظارت بر عمل کرد مربوط می شود. طبق پیشنهادی که مطرح کردم باید گفت که زمان حال در تصمیم ما متضمن داوری و حکمیت میان زبان و سکوت است. زبان که در اینجا همان سخن آگاهانه و داوطلبانه به شمار می رود، همه نظریه هایی را در بر می گیرد که ما را قادر می سازد تا آنچه باید در جهانی آرمانی انجام دهیم، بیان کنیم. منظور من از نظریه، همه فرمول ها و قاعده های احتمالی است. در شرکت نظریه ها، شامل شرح وظایف، رسوم مربوط به توافقها، آین نامه های اخلاقی، پروژه های راهبردی، ترازنامه یا بودجهبندی، عرف های عملیات تولید و غیره می شود. برای هدایت هواپیما، این نظریه همان فهرست بازبینی کارهایی است که باید انجام داد. با توجه به موضوعات گفته شده، آنچه در واقعیت انجام می گیرد، سکوت در حین عملیات زندگی، عملی واقعی و ملموس است. منظورم از سکوت سخن نگفتن نیست. در زندگی روزمره تا زمانی که همه چیز به خوبی پیش می رود، کاری را که به طور عادی و معمول انجام می دهیم، زیر سؤال نمی بریم. زیرا روند کارها در حال پیشرفت است. چنان که استلاحا می گوییم، کار بی سر و صدا پیش می رود. موقعیت هایی مانند فاجعه سفینه فضای چلنجر یا حادثه تنریف یا هر وضعیت واقعی دیگر در زمانی خاص همراه با بروز ناگهانی رخدادهایی است که در مقررات وضع شده پیش نشده بودند یا برخواسته از رویایند که می توان بیانش کرد یا با اعمال از پیش تجربه شده و تکراری ارتباط دارند در خصوص چلنجر لازم به تأکید بر گفته خانم ایوان گرامبلان است در ژانویه 1986 استثناءن هوای سردی بر ایالت فلوریدا حاکم بود. بروز این وضعیت برای برخی از افراد شریک در این رویداد غیر منتظره بود و باعث عدم قطعیت در تصمیمگیری ضروری میان انجام چیزی که در عمل از آن مطمئن نیم و میل به حفظ آبروی ناسا و زندگی فضانوردان شد. آیا پرتاب سفینه واقعا خطرناک بود یا نه؟ شماری از گزارش های متخصصان این نظر را تایید می کرد. نمی توان پرواز کرد، زیرا بسیار خطرناک است. اما از سوی دیگر، در گزارش های دیگر آمده بود، البته که می توان پرواز کرد. به طور کلی، صرف نظر از میزان اهمیتش، بحث درباره فردی یا جمعی بودن تصمیمی در زمان حال به معنای دانستن چگونگی تصمیم گیری درباره قابل تحمل بودن یا غیر قابل تحمل بودن خطر است. در خصوص واقعه تنریف، خلبان هواپیمای کل ام چه کاری انجام داد؟ با توجه به رعایت اصول کار و تجربه که از آن برخوردار بود، او در سمت چپ جدول یاد شده قرار می گیرد. یعنی کسی قلم داد می شود که کار خود را به خوبی می داند و مقررات مرسوم را که به طور آرمانی بر روند خوب عملیات نظارت دارد رعایت می کند. اما در واقعیت روز حادثه این خلبان واکنش واپسگرای معلم بودن را از خود نشان می دهد. گویا که او و نه برج مراقبت پرواز با آنکه حضور واقعی داشت دستور پرواز را به دستگاه ها می دهد. این واکنش از آنجا سرچشمه می گیرد که خلبان نامبرده پیش از حادثه به مدت چهار ماه در حالت تمرین با حالت شبیه سازی شده پرواز به سر می برده است. بنابراین او در حقیقت به زمان حال وضعیتی که در آن قرار داشت پاسخ نگفت. حال بهتر است جمع بندی و نتیجه گیری کنیم. چرا اخلاقیات و زمان به هم مربوطند؟ زیرا تضمین لازم برای آنچه باید در زمان حال انجام داد بی آنکه خود را منحصرا در آینده آرمانی فرافکنیم یا به تکرار دانش ذاتی از پیش تجربه شده ای در گذشته راضی شویم در گروه نظارتی همیشگی است که باید در هر لحظه صورت گیرد اخلاقیات فردی در جمع به ویژه در شرکت همان مقوله نظارت است آنچه به زعم من در خصوص بحث های اخلاقی دوره کنونی ما اهمیت دارد حتی مهمتر از اصلاح انسان های بدنهاد و موزی و کسانی که قانون در شان حکم می کند، توانایی هر یک از ما به فرض برخورداری از تینت خوب برای عمل کردن برخلاف خواسته ها و آرزوهای صرف است. آنچه هنگام عمل به اخلاقیات فردی در جمعی دخیل است، پیوند میان رویاها یا خواسته های ابراز شده از یک سو و واقعیت وجودی ما شامل عادتها، دانش ذاتی، و همچنین بیخردی های نسبی از سوی دیگر است. الگوی دوم تصمیم گیری به خوبی نشان می دهد که مشاهده آنچه در حال انجامش هستیم کار بسیار دشواری است. در اینجا جمله معروف برکسن به ذهنم می آید که می گوید ما نمی توانیم در خیابان راه برویم و در همان حال خود را ببینیم که از جلوی پنجره عبور می کنیم. راه رفتن در خیابان بر اساس دانش ذاتی و نشعت گرفته از گذشته ماست. نگاه کردن خود از پنجره به معنای نظریه پردازی درباره کاری است که انجام می دهیم و امکان تصور کردن راه رفتنی بهتر به شیوه شایسته تر یا با شادی بیشتر و غیره را فراهم می آورد. بنابراین با آینده سر و کار دارد. زمان حال از عدم امکان روی هم گذاشتن این دو امکان شکل میگیرد وضعیت انسان و شرکتها و تنش ساختاری آنها هم به همین منوال است. ما همیشه در عدم قطعیت تصمیم میگیریم و تصمیم های ما ماهیتا خطرناک و مسئولیت آفرینند. از این رو ما در قلب اخلاقیاتیم و همان گونه که پول والری می گوید بی وقف میل داریم زندگی کنیم و دائم از این میل برای خود و دیگران دلیل می آوریم. اخلاقیات هم مانند عمل نمی تواند به شکل خواسته ها و مطالبات متعارف بیان شود بلکه در زمان حال خود را به صورت مسئولیتهای خطرناک و برپایهٔ گذشتهای ابراز میکند که تواناییهای اکتسابی ما همواره بخشی از آن است و به واقع به گذشته ما بستگی دارد تصدیق این امر به معنای سوق دادن جایگاه اخلاقیات و مسائل مربوط به آن از ستون سمت چپ در نمودار دوم به سمت ستون میانی است بنابراین نشان می دهد که ما در عمل به راه های انجام عمل و نه نتایج آن متعهدیم. تعهد در قبال نتایج به طور محدود و موضعی معنا پیدا می کند. آن هم فقط در شرایط بسیار دقیق که در پی تاثیرگذاری بیوقفه به فعل در می آید. اما همیشه در واقعیت ها و شرایطی که تسلط کاملی بر آنها وجود ندارد، تقیان می کند و عوامل را وادار می سازد تا در نهایت راهی برای عمل کردن بیابند بی آنکه لزوما موفقیتی در پس عملشان باشد به عقیده من این همان چیزی است که چند لحظه پیش هنگام صحبت درباره مسئولیت فردی مطرح شد